بچه ها سلام. تو این ویدیو قرار با هم نامگذاری ترکیبات کووالانسی رو یاد بگیریم. ترکیبات کووالانسی ترکیباتی هستن که از دو تا نافلز تشکیل شدن، مثل N2O5 یا SF6. نافلزات عناصری هستن که سمت راست جدول تناوبی رو به خودشون اختصاص دادن. ترکیباتی مثل این دوتا که از قرار گرفتن دو تا عنصر نافلزی کنار هم دیگه تشکیل شدن بهشون میگیم ترکیب‌های کووالانسی، چون که پیوند کووالانسی یا مولکولی بینشون برقرار شده. نامگذاری این ترکیبا رو بچه‌ها با پیوندهای یونی یا ترکیبات یونی اشتباه نگیرید. ترکیبات یونی از فلز و نافلز تشکیل شده، مثل کلسیم فلوورید یا آهن دو اکسید. بنابراین برای اینکه بیایم یه ترکیب رو نامگذاری بکنیم، اول باید ببینیم که از چه عنصری تشکیل شده. اگر عنصرهای تشکیل دهندش دو تا نافلز بودن، میشه ترکیب کووالانسی که امروز توضیح میدیم. یا اگر که عنصرهای تشکیل دهندش فلز و نافلز بودن، میشه پیوند یونی که تو ویدیوهای بعدی مفصل درباره‌اش صحبت میکنیم. الان قرار نامگذاری ترکیباتی که از نافلز درست شدن، یعنی ترکیبات کووالانسی رو با هم دیگه یاد بگیریم. بریم با هم چند تا مثال حل کنیم تا شما این نامگذاری رو خیلی خیلی راحت یاد بگیریم. اولین مثالمون چیه بچه ها؟ N2O3. میخواییم اسم این ترکیب رو با هم دیگه بذاریم، ببینیم چه مراحلی رو باید پیش بریم. اول از همه اینجا چی نوشتم؟ گفتم ابتدا نام عنصر اول را مینویسیم. منظورمون از عنصر اول چیه؟ یعنی اولین عنصر از سمت اسم این عنصر که با نماد N نشون داده میشه نیتروژنه. اسمشو می نویسیم. تو مرحله بعدی باید چی کار بکنیم؟ نام عنصر دوم به اضافه اید. عنصر دوممون چیه؟ اکسیژنه. بیایید تو این جدول نگاه بکنید بچه ها. عنصر اکسیژن اگر اید بگیره آخرش تبدیل میشه به اکسید. اینجا اسم یه سری از این نافلزهای مهم رو با نام اید گرفتهشون براتون آوردم. اکسیژن میشه اکسید. پس اسم عنصر دوم به اضافه اید رو هم از جدول پیدا میکنیم. البته این جدول رو باید حفظ باشین. پیدا میکنیم و اینجا می‌نویسیم. بعدش باید تعداد هر عنصر رو بنویسیم. برای اینکه تعداد هر عنصر رو مشخص بکنیم، میایم از این جدول کمک میگیریم. اگر از عنصرمون یه دونه داشتیم، کلمه مونو رو قبل از اسمش می‌نویسیم. اگر دو تا داشتیم دی، اگر سه تا داشتیم تری و الی آخر. حالا از نیتروژن چند تا داریم؟ دو تا نیتروژن داریم. پس کلمه دی رو اینجا می نویسیم. پشت نیتروژن. حالا از اکسیژن چند تا داریم؟ سه تا داریم. برای سه از کلمه تری استفاده می کنیم. کلمه تری رو پشت اکسید می نویسیم. به همین راحتی. حالا بریم یه مثال دیگه با هم حل کنیم. مثال بعدیمون بچه ها چیه؟ CF4. اولین عنصر از سمت چپ کربونه. اسمشو می نویسیم. دومین عنصر فلوره. که میایم توی این جدول می بینیم که اسم اید دارش میشه فلوورید. پس فلوورید رو می نویسیم. حالا بریم سراغ تعداد هر عنصر. از کربن چند تا داریم؟ یه دونه. یک میشه چی؟ مونو. کلمه مونو رو قبل کربن. از F فلوور چند تا داریم؟ 4 تا. کلمه تترا رو قبل از فلوورید می نویسیم. حالا اینجا یه نکته ای هست. مورد چهارم. عنصر اول اگر یه دونه باشه مونو نمی گیره. مونو از اینجا حذف میشه. پس عنصر اولمون اگر تعدادش یه دونه باشه مونو نمی گیره. پس میشه کربن تترا فلوورید. بچه ها برای اینکه ببینید خوب یاد گرفتین یا نه، اسم این ترکیب رو توی